با فهیم فنا، کسی که این دور از ستاره افغان توانست مقام اول را کسب کند، بیشتر آشنا شوید. با چینل گلپ میدیا تا پایان ما را همراهی کنید و فراموش نکنید قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب را فشار دهید. فهیم فنا در کابل متولد شد. وقتی یک ساله بود، خانواده‌اش تصمیم می‌گیرند که کشور را به مقصد پاکستان ترک کنند و با امید زندگی بهتر رخت سفر را به سوی پاکستان می‌بندند. فهیم و خانواده شهر کراچی را برای زندگی انتخاب می‌کنند. او دوره مکتب را در همان کراچی به اتمام رساند. او می‌گوید که صدای زیبای او ارثی است و همه اعضای خانواده‌اش از این نعمت خدادادی یعنی صدای زیبا برخوردار هستند. فهیم میگوید که قرار هست به زودی و کشور استرالیا سفر کند. خانواده او در کشور استرالیا زندگی میکنند. او از همان کودکی در مکاتب موسیقی پاکستان و اردو اشتراک میکرد. صدای او زیباست و به دلها چنگ میزند. عشق او به موسیقی باعث شد که او 5 سال متواتر در ستاره افغان اشتراک کند و بالاخره توانست وارد این پروسه شود. فهیم میگوید چندین سال پیش که در ستاره افغان اشتراک کرده بود، برخورد بسیار بد ولی فتح علی خان با او باعث شد تا رسیدن به خانه اشکای زیادی بریزد. در آن زمان بقیه داوران از جمله شهلا زلاند او را تشویق کردند و موافقت کردند او به مرحله 12 بهترین راه پیدا کند. اما متاسفانه ولی فتح علی خان با او گفت نه، تو نمیتوانی، از طرف ما برات کارت داده نمیشود. و وقتی از آنجا به طرف دروازه خروجی میرفت، باز ولی فتح علی خان او را صدا میزند و از او میپرسد که مصروف چه کاروباری هستی. فهیم میگوید انگلیسی درس میده و استاد انگلیسی هست. فتح علی خان در جواب میگوید همو انگلیسی تا درس بده، تو برای آوازخوانی ساخته نشده ای. فهیم میگوید آن حرف ها باعث شد تا خانه گریه کنم، اما من واقعا از ولی فتح علی خان ممنونم که آن حرف ها را زد و باعث شد تلاش هایم را زیادتر و زیادتر کنم و اکنون در پروسه ستاره افغان اول شوم. فهیم فنا که در سبک قوالی آواز میخواند، الهام بخشش در زندگی استاد نصرت فتح علی خان هست. فهیم مجرد هست و ازدواج نکرده است. از ویژگی های اخلاقی او میتوان به مهربانی و دلسوزی و بردباری فهیم اشاره کنیم. بیننده های عزیز و مهربان، نظر شما چی هست؟ شما میتوانید نظریاتتان را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید. وقت شما عزیزان خوب و خوش باشه، شاد و سلامت باشید، خدا نگهدار.